باز هم درود. بخش دوی گفتگوی آخر خط را به گونه زنده از نور بیننده هستید. چشمانداز اعلام نتایج انتخابات پارلمانی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. آیا کمیسیون های انتخاباتی از عهده این مسئولیتشان برخواهند آمد؟ کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان دو هفته به تعویق خواهد افتاد. انتخاباتی که دو هفته پیش در 32 ولایت افغانستان و یک هفته پیش هم در ولایت قندهار برگزار شد و سرنوشت برگزاری این انتخابات در ولایت غزنی هم تا هنوز خیلی روشن نیست. روند شمارش آرا و جمع آوری صندوق‌های رأی از ولایات ادامه دارد و کمیسیون میگوید از 23 ولایت تا حال به مرکز رسیدند. در حالی که هنوز کمیسیون مستقل انتخابات درگیر رسیدگی به موارد پیرامون اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان است، اما مباحث مرتبط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هم بالا گرفتند و کمیسیون اعلام کرد که تا پایان این هفته جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری را همگانی خواهد ساخت و احزاب و جریان‌های سیاسی و ائتلاف‌ها هم در پی معرفی نامزدشان برای انتخابات ریاست جمهوری اند و این سو هم در پیوند به اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان پرسش های زیادی از نشانه نهادهای ناظر، نامزدان، جریان های سیاسی و مردم وجود دارند. من رشاد زریر هستم و در این نیم ساعت دوم میزبان بانو شیما علم سروش، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و آستانه‌گل شیرزاد، رئیس حزب افغان ملت خواهم بود. خیلی خوش آمدید. بانوی سروش، دلیل به تعویق انداختن اعلام نتایج انتخابات چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمان گرامیتان و همه بیننده هایی که بحث بیننده هستن. خب شما در جریان هستن که ما در حدود 23 ولایت موادش به کابل یا مرکز رسیده و متبقی به دلیل اینکه هوا خراب است و انتقالات اینا تا هنوز صورت نگرفتن، به همین دلیل به تعویق انداختن تا اینکه همه معلومات ها و مخرطه های محافظتی باید به کابل برسه و وارد دیتا شه، بعد از اون لیست ابتدایی را اعلان بکنن. یعنی واقعا خرابی هوا و یک سری دلایل دیگه از جمله امنیت دلیلش بوده میتونه؟ خب اینا بهانه خوبی اند؟ نه، بحث اینجا بهانه نیست. وقتی که ما مواد نداشته باشیم، به کدام اساس، به کدام معیار ما بتونیم که لیست نهایی را اعلان بکنیم؟ وقتی از ولایت ها ما معلومات جمع آوری کرده نتونیم، از ولایت ها تمام آمار و نتایجی که بر ما نرسه و خریطه محافظتی یا خریطه های طبی نرسه، بدون شک مشکل است که ما بدون اینکه چند ولایتی را نداشته باشیم و تنها بر 23 ولایت کافی نیست که ما بتونیم که آمار نشر بکنیم. شما چقدر هماهنگ با کمیسیون شکایات هستید و کار اونا به کجا رسیده و روند رسیدگی به شکایات در چه پیمانه‌ای هست که حالا تضمین شفافیت نگرانی مردم هست که باید روشن شود؟ خب رسیدگی به شکایت مردم و اعتراض کننده ها از صلاحیت های کمیسیون سهم شکایت هستند و در هر نقطه و مکانی که اونا بخواهند، بدون شک کمیسیون مستقل انتخابات و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با اونا همگام هستند، همکار هستند، تا اینکه بتانند در این روند شفافیت تضمین بکنند. و از سوی دیگه هم کسایی که به نحوی اگر در این پروسه تقلب کردن و پروسه را بردن به طرف یک خواستن که پروسه را ببرن به طرف بدنامی و یا که این پروسه را مختل بکنن، بدون شک و با رهبری کمیسیون مستقل انتخاب با اینا همکار هستند، تا اینکه بتانند همچو افراد اگر در صورت که اسناد موثق داشته باشه و سهم شکایت بخواه، بدون شک به نهاد عدلی قدم پیوند به آرایی که چند نوع استعمال شدند و یکی از انواع استعمال آرا هم همزمانش با استفاده ماشین بایومتریک بود. یک روز شما اعلام کردید که آرای بدون بایومتریک اعتبار دارند، بعد کمیسیون شکایات انتخاباتی در تقابل با شما اونا را باطل اعلام کرد و بعد هر دو کمیسیون اعلام کردید که این آرا اعتبار داره. ولی این آرا چگونه ارتباط داره؟ واقعا با فهرست رای دهندگان باید هماهنگ باشن؟ واقعا همه ناظران و مشاهدین تایید بکنن؟ میکانیزمش چی است؟ خب میکانیزم مشخص و واضح است که افراد اشخاص که به عنوان رای دهنده آمدن رای خود استعمال کردن، اگر در مکان و یا محل رای دهی که وقتی که وسایل بایومتریک استفاده نشدن و لیست رای دهنده اونجا موجود بودن، با امضایی که در فرم نتایج است، با مهر و امضای ناظرین، مشاهدین و خود رئیس محل که در اونجا در او ورق باشه، بدون شک در او پذیرش داره و مدار اعتبار هستن. و همچنان اگر اشخاص، افرادی که
نامشان در لیست نبودن بلی قلمی نوشته شدن، اونمون لیست ما مطابقت میتیم با لیستی که در مرکزی که مثل مستقل انتخابات است یا لیست رای دهنده داشت، وقتی با اونو مطابقت داده شد در اونجا در اون فرست اگر نامی کسی که به عنوان رای دهنده آمده شامل باشه رای اونا مدار اعتبار است. خیلی سپاس آقای شیرزاد. از 28 میزان اولین روزی که انتخابات را برگزار کردن تا امروز روند کار کمیسیون های انتخاباتی را چگونه بررسی کردید شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د نور تلویزیون لیدونکو، کارکوونکو، محترم میلمانه ته تاسو خپل احترامات تقدیموم. د خپل کار شروع کړی دی په ځینو مسایلو کې، د شکایتو د کمیسیون او د انتخاباتو د مستقل کمیسیون، خصوصا د شکایتو په هکله باندې په نظریاتو کې اختلاف موجود و. د شکایتو کمیسیون وچې بیا زموږ ته هغه د اعتبار وړ دی چې به مطرح شوي وي. بله. او د انتخاباتو مستقل کمیسیون وی چې نه، هغه رای هم د اعتبار وړ دی چې به مطرح شوي نه وي. دا یو اختلاف دوی تر منځ. همغه لحظه بین رفتن اختلاف. هو، ما اوس تېره ورځ په هلته غونډه وه، زموږ په غونډه کې دعوت شوی وم، د تقویم چې اعلانولو د ولسمشرۍ دپاره. د انتخاباتو مستقل کمیسیون مشر وویل چې موږ دواړه موافقې ته رسېدلي یو چې دواړه کمیسیونونه به د هر شکایت دپاره یو معقوله لار پیدا کړي او بیا به په هغې باندې عمل کوي. زما په عقیده باندې د شکایتو کمیسیون دغه موقف چې بیا هغه را د اعتبار وړ دی چې به مټریک وي، بله، دا د ګوندونو د تای دواړو حتی حزب شما د موږ حزب هم و. بیا د انتخاباتو مستقل کمیسیون وویل چې په هغه ځای کې چې به مټریک شوي نه وي او د لیست په اساس ریا چول شوي دي، ځکه په هغه ځای کې وسایلو کار ونه کړي. زموږ اول نظر دا دی که ممکنه وي چې په هغه سیمه کې دې بیا دویم ځل انتخابات وشي، که نه؟ خو که فرضاً دا کمیسیونونه داسې کښېني چې په رښتیا به مټریک شوي نه دي، خو هلته داسې انتخابات شوي دي چې ناظرین موجود وي او ناظرین توافق ولري چې دلته لاسوهنه نه ده شوې، بیا دا خبره تر حده پورې منطقي ده، شاید حزبونه مخالفت ونکړي. تصمیم کمیسیون عمومي هست دیګر. خو دلته چې د بایومتریک خبره د منځه وځي، خو لاره خلاصه شوله، نو بیا نو دا اصول مراتیږي که نه؟ که رښتیا دغه اصول پکې مرات شي، موږ ته معلوم خپله د کمیسیون د انتخابات د مستقل کمیسیون مشر پرون غونډه وه، جمعې په ورځ، پرون و کابل پرون، بله بله، پر غونډه وه، ډېر اوس هغه ویلې چې داسې زورواکان وو چې زمونږ کارکوونکي وهلي دي، بایومتریک ورته په ځمکه ویشتی ورته مات کړی دی. موږ ته چې معلومات په هماغه ورځ ډېرو زموږ ملګرو موږ ته تلیفونونه وکړه چې دلته یو نفر قابض دی او ناظرین نه پرېږدي، که نه؟ نو موږ تشویش د دې نه دی چې که بایومتریک مسله د منځه وځي چې دغه ټولو دپاره زمینه مسایده نه شي، هغه چا چې بایومتریک هم ورته مات کړی، مامورین یې وهلي او ناظرین ته هم اجازه نه ده ورکړې. جدای از بحث بایومتریک، در دیگر موارد و پهلوهای برگزاری انتخابات، حالا از همون 28 میزان تا امروز، کارهای کمیسیون را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ در کل چی کرد؟ واقعا با استقلالیت و خودسالاری برخورد کرد یا آنگونه که گاهی متهم میشه تحت فرمان نشانه های بیرون از خودش در همه موارد؟ دغه تکنیکی کارون باندې زمون ناظرین شکایت لري، تکنیکی کارون باندې کنه یمونه شکوله دا سم کنټرول کو، دا تکنیکی کارونه چې دي، دا سیستم وي داسې مغلق دی چې څوک نشي کولی چې دا درست کنټرول کړي، یعنی او ډېره موقع هم نه ورکوي هغه ځای کې چې دا رایه رسول کېږي، ناظرینو ته ډېره موقع نه ورکوي، که نه؟ نو دغه شکایتونه ته ناظرین لري چې دلته هم دغه سیستم ډېر مغلق دی او هم ډېره موقع هم نه ورکوي ناظرینو ته چې په دغه سیستم باندې ښه نظارت وکړي او پوه شي دا رای څومره راغلی، څومره رسول کیږي. شما احزاب سیاسی یک خط سرختان بایومتریک بود، استفاده از بایومتریک، و خط سرخ دیگرتان فرصت کافی برای نظارت. شما نظارت دقیق با جزئیات کردید، مثلا از شبی که صندوقا باقی ماند و از روند انتقال صندوقا و آنچه که بر سر آرا میآید، شما نظارت جدی کردید؟ نه، پا صندوقون پا انتقال که من نظارت در موقع ندرکتر شوید، صندوقون انتقال شوید، حتی شبی که باقی ماند صندوقا، باقی که موقع ندرکتر شوید، نظارت ندر شوید، اما اگه مخصوطاً طول رسط شوید و صندوقون هر صدوی تسپارل شوید، یعنی حزبونو بیا نظارت ندر کرده. با چه اعتباری؟ با چه اعتباری مثلا شما ترک کردید؟ خود در زمینه ورتا نوانو، ناقه با چه تپاتی بیا؟ چرا؟ دلیل این که زمینه نظارت از او جریان را برای شما ندادن به نظرتان چی هست؟
نو په دې کې ډېر دغه انتقادات هم راپورته شول، شکایتونه راپورته شول چې ممکن په دغه وخت کې لاسوهنې لپاره زمینه مساعده شي که نه. او حتی داسې وشول مثلا د ننګرهار په حوزه کې چې د شپې اته بجې شوې او دا رشمېرل شروع شول، یو دم چغه شوله چې هله هغه راغله انتحاریان هلته زنانه وي په هغه کې مرکزونو کې. داسې یو حال ونښت و چې د دوی منزل نه خلکو ځانونه راوغورځول، د دوی منزل نه زموږ خپل ملګري خوږ شول، زخمیان شول، شپخانو ته لاړل. کله چې بېرته راغلل نو هېڅ شی نه و، حتی ډېر هغه موږ ولیدل دا په ځمکه پراته و. ده حالا به شما ناظرانتان گزارش های داده که شکایات از اینکه چی بر سر اون صندوق ها آمده رسیده باشه به شما؟ من نه یو حد پوری او بعضی شکایتون من ترغیلی دی کنه چه منگ ده نظارت ده امکانات نو من دی پار چه منگ ده نظارت وکو یا دی سندکورو دی شپی ساتل یا بیتر انتقالوال کابل تا دی دی پار زمون دی پار امکانات نو. اما اغا مسئول خلکو پولیسو په ګډه باندې بکسونه انتقال کړل، شپې وساتل او بیا انتقال کړل مرکز ته. مرکز ته هم چې راغلي دي بیا د دې په هغو باندې زموږ نظارت نشته دی، صرف په هغه ځای کې چې کار کېږي سیستم کې دا رای رسول کېږي هلته زموږ نظرین ګرځي، خو هلته هم داسې دقیق نظارت نه کېږي چې سړی مطمئن شي چې دلته به لاسونه ونه شي. حالا قرار بود 19 عقرب نتایج ابتدایی را اعلام بکنند و به تازگی علم صاحب هم تایید کردند که دو هفته دیگه به تأخیر افتاده. حالا تأخیر و تعویق حالا به هر دلیلی به نظرتان چه تأثیری بر کل روند خواهد داشت؟ گوره یو خو دا تأخیر که دل دا پا اومی پروسم تأثیر کهی زکر شاید من دیولا سمشته انتخابات لرو بله. پاقیم منفی تأثیر کهی کارونه ټول شاته غورځول کېږي، خو دغه تأخیر که دې په خاطر وي چې دا پروسه ښه کنټرول شي او ښه مدیریت شي، سړی هغه تحمل کوی شي چې په دغه تأخیر په دې خاطر چې دا پروسه ښه مدیریت شي او یا په تخنیکي ستونزې وي د ولایاتو نه د اسنادو راوړل بیا پروا نه کوي، یوه هفته یا دوه هفتې که شاته لویږي سړی باید تحمل وکړي، ځکه د افغانستان دا شرایط امنیتي ستونزې او دا حالات داسې دي چې باید ګوندونه هم تحمل وکړي که نه. اگه چه چه کولو وروی منگ باید اگه توقعو لرو چه دی کولو وروی منگ باید دست توقعو منه لرو چه دی کولو ور نوی او پا کمیسون بانده پیشار واچو نه باید دو همکاری موجوده دو طرف همکاری کنه کم کارون چه دی کدو وروی اگه باید وکی او کم کارون چه دی کدو ور نوی یا لگو هفته یا دو هفته شتر بگی باید اگه باید منگ تحمل بکن. خیلی تشکر بانو سروش. شما خودتان گفتید که زورمندان گاه تلاش کردند و در پی دخالت در روندها بودند. نمایندگان در مجلس را ما دیدیم که گفتند زورمندان و حتی رهبران سیاسی در پی تغییر نتایجند و در پی دستبرد به آرا هستند و در پی دخالت در کار کمیشنرها هستند و بالاخره نمونه های زیادی وجود داره که نگرانی برمی انگیزه از اینکه واقعا شما چقدر با استقلالیت بتوانید آرای سفید را از سیاه جدا بکنید. زمانت این که مثلا دیدیم از رشوه خواری هم بود، مثلا هرچند کمیسیون رد کرد ولی کسانی آمدند از نشانی کمیسیون از کاندیداها پول خواستند. با توجه به این نگرانی ها واقعا چه زمانتی وجود داره که نمایندگان را که مردم برمیگزینه شما به مجلس بفرستید؟ خب این نگرانی تنها نگرانی نیست که رسانه ها یا مردم داشته باشد در قبال این که از آدرس خود کمیشنرا یا از آدرس همین نهاد کمیسیون یک تعداد حلقات خاصی که هیچ کاری هم نیستن در کمیسیون و خواستن از نام این نهاد استفاده بکنن به پیش وکیلا رفتن و پول درخواست کردن، این شکایت هایی بود که بر ما هم رسیده و به در شایعه بود که بر ما هم رسیده. اگر شما متوجه باشند در دو هفته‌ای که ما کنفرانس داشتیم در این دو هفته رهبری کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رسانه بار بار اعلان کردند که باید با ما همکار باشه مردم و خود کاندیدا هم همکار باشن که اگر از آدرس کمیسیون کسی به نام این که بتونن در داخل کمیسیون تقلب بکنن از اونا پولی دریافت بکنن در معرفی همچه اشخاص باید اینو همکار باشن و از طرف دیگر باید نهادهای استخباراتی در این قسمت با ما همکار باشن که باید
بدون چون و چرا همچو افراد شناسایی بکنن، دستگیر بکنن، به مردم افغانستان معرفی بکنن که کیا هستن، در پشت صحنه میخوان که پروسه ملی را یعنی به یک روند ناکام، به یک روند متقلب بر مردم معرفی بکنن، کیا هستن، با این پروسه ملی میخوان خیانت بکنن، معامله بکنن، وارد یک معامله شوند. به این برمیگرده مسئولیت بزرگ به نهادهای استخباراتی که در این بخش کار بکنن که افراد اشخاصی که از نهاد ما استفاده میشن از نام نهاد و میرن از کاندیدای محترم پول دریافت میکنن، باید در این قسمت کاندیدان به هم به نهادهای استخباراتی هم به کمیسیون مستقل انتخابات همکار باشن تا وقتی که همکاری مردم، همکاری نهادها و همکاری نهادهای استخباراتی، امنیت و احزاب محترم و جامعه مدنی، رسانه‌های محترم در یک پروسه ملی نباشه، پروسه بدون شک ناکام میباشه. اینو بخوایم نخواهیم. بر مبنای قوانین و طرز العمل‌ها فرایند نظارت هر نشانه، حالا کاندیدا هست، احزاب است، نهادهای ناظره است، جامعه جهانی است، چگونه هست؟ یعنی چقدر میتوانستند نظارت بکنند، چقدر میتوانند نظارت کنند؟ اینا شکایت کردند که از برخی جزئیات ناظرین اینا در جریان نبوده و حالا مثلا شبی که صندوق ها رفته، اینکه چی بر سرشان آمد، این ناظرها اطلاعی نداشتند. ببینید، طبق طرز العمل انتخاباتی و نهادها، احزاب محترم، رسانه ها و جامعه مدنی که اعتبارنامه دریافت کرده باشند میتونن که از لحظه که انتخابات شروع میشن و از پیش از او هم قبلا، حالا بحث روی انتخابات، شروع انتخابات و شمارش آرای اینا هستن، در این رابطه بحث میکنیم، از لحظه که انتخابات شروع میشن اینا میتونن در یک محل و مرکز رایدهی به شکل نوبتی بکنن منظم، به خاطر که ما میفهمیم در افغانستان نهادها بیش از حد است، ناظرین از یک طرف و همچنان کاندیدای محترم که ناظر معرفی میکنن بیش از حد است و کنترل اینا در یک محیط خیلی کوچک سخت است، واقعا نظم برقرار کردن سخت هستن، به همین دلیل اینا میتونن از امروز نظارت بکنن تا وقتی که شمارش آرا میشه در حضور ناظرین، مشاهدین شمارش آرا صورت میگیرن، بعد از اینکه شمارش آرا صورت گرفتن اما نتایج بدست آمده که عبارت از اونم رأی است که به هر کاندیدی که رختانده میشه بر اون صندوق وقت شمارش میشه، اونم کلن جزئیات وارد یک فرم نتایج میشن و یک کپیشونه برای کسایی که بلندترین رأی در یک مرکز گرفته به او کاندید میشه که تا یک او کاندید بر دیگرها بوده و یک کپی هم در پشت اونم مرکز یا محل رایدهی نصب میشه و یک کپیش هم به سمت شکایت داده میشه، یک کپیش هم به اونم خریطه ای که محفوظتی است و خریطه امنیتی است که او در مقابل یعنی ناظرین و افراد مشاهد که اونجا صورت دارن وقتی که فرم خلاص شد تمام شد در وارد اونم خریطه شد، او خریطه بسته میشه و او خریطه هیچ وقت باز نمیشه مگر به اینکه در حضور ناظرین، مشاهدین و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، حالا ولایتی باشه یا دیگه باشه، که در صورت مشکوک بودن و یا یک مشکل حاد پیش نیاد، او خریطه هیچ وقت در اونجا باز نمیشه، دوباره میان بر کابل، یک کپیش انتقال در ولایت میمونه، یک کپیش هم میان به مرکز ولایت. درست. شاید نیاز شو بر بگردیم به این، ولی بریم به طرف انتخابات های آینده. در کمیسیون با توجه به اینکه درگیر حالا نتایج انتخابات کنونی هستید، برای انتخابات هایی که باقی ماندند، انتخابات بزرگ ریاست جمهوری، انتخابات شورای ولایتی، شوراهای ولسوالی ها و انتخابات مجلس در غزنی، برای اینها چه کارهایی انجام شده؟ خب تنها فعلا کاری که انجام شده اما درفت خود تقویم انتخاباتی ریاست جمهوری بود که او را از طرف رهبری کمیسیون مستقل انتخابات آماده شده بودن و روز جمعه ماده یک کنفرانس و نشست ملی که با احزاب و نماینده های احزاب محترم و همچنان خود نهادهای ناظر که داشتیم که در این بخش چون بر ما اما پیشنهادات اونا اولویت داره تا اینکه بتونیم که یک انتخابات خوبی داشته باشیم و انتخاباتی که مورد قبول هم احزاب محترم، مردم افغانستان، جامعه جهانی، حکومت افغانستان و نهادهای ناظر، رسانه‌های محترم، همه مردم در بر میگیرن مورد قبول اینا باشن. به همین دلیل درفت بر اینا ابراز کردن که چون که حالا اینا هم کسایی هستن که وضعیت افغانستان خوبتر درک میکنن، معلومات کلی دارن، تا اینکه پیشنهادها هر قدر قوی تر باشه، خوبتر باشه، میتونه که آدم کار بهبود پیدا بکنه و کارم قوی تر صورت بگیره. و درفت که آمده بود بسر این بود که انتخابات ریاست جمهوری حالا با شورای ولایتی همزمان یک جا برگزار شود یا جداگانه. اگر یک جا برگزار شود نواقص خودم داره و مزایای خودم داره، اگر جدا هم برگزار شود بازم نواقص خود داره و مزایای خود داره، که این معلومات های کلی بودن که با احزاب و نهادهایی که در اونجا اشتراک کرده بودن روز جمعه در کنفرانس با اینا شریک ساخته شد و اینا هم نظریاتشان دادن و حالا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات منتظر این هستن که نهادها و احزاب محترمی که میخواین واقعا پیشنهاد اینا مد نظر گرفته باشه، پیشنهاد سالم باشه، به خاطر
بهبود و روند خوبی انتخابات باید کتبی بر ما بفرستند که پیشنهادهای خود که حالا آنچه که در تقویم انتخابات ریاست جمهوری بله حالا آنچه که در تقویم انتخاباتی روی دست گرفته شده که تقویمی که بر اینا درفت تقویمی که بر اینا تقدیم شد آیا آنچه است با شرایط افغانستان مساعد است همسازگار است یا نه به دلیلی که ما 31 حمل روز به انتخابات تقویم انتخاباتی ریاست جمهوری اعلان شده ولی تعدادی از کسایی که در این کنفرانس اشتراک کرده بودند نظرشان این بود که به امسال سرترین به حالت افغانستان دارن و به شاید به دلیل اینکه سبل و عبور بودن و مناطق دوردستی که هوا اونجا خیلی ناگوار باشه یا سرد باشه شاید مردم افغانستان در مون روز نتونن به پای صندوق‌های رای بیان و یا اینکه کمپاین که و زمانش مشخص میشد شاید در ماه هود مشکل است بر اینا که برن در دورترین نقاط افغانستان کمپاین بکنن چون حالت به حالت طبیعی یا حالت اینکه سرما باشه مشکل هستن به همین دلیل ما منتظر هستیم که اینا کتبی پیشنهادات خود بر ما بفرستن تا اینکه پیشنهادات اونها مد نظر گرفته و لیست تقویم نهایی را در این هفته قرار است اعلام بکنیم و انتخابات شورای ولسوالی ها و غزنی خب غزنی هم همچنان در این تقویم شامل هستن مطابق همین تقویم هستن به دلیلی که ما هم به صرفا غزنی یک ولایتی است به اون دلیل به این تقویم جایگزین نکردن ولی اما تمامی آمادگی ها و تقویم انتخاباتی ولایت غزنی همزمان با ریاست جمهوری یک جا آماده شدن و فعلا بحث و گفتگوها بیشتر روی انتخابات ریاست جمهوری و همچنان شورای ولایتی هستن و شورای ولسوالی؟ خب شورای ولسوالی فعلا به گفتشونده ها و جلسات متعددی با حکومت افغانستان و همچنان خود رهبری که مثل مستقل انتخابات دارد چون که حجم کار به هر اندازه که بیشتر باشه نواقص ها و مشکلات ها هم بیشتر می باشه تا وقتی که امکانات و بودجه مکمل در اختیار که مثل مستقل انتخابات خیلی سپاس آقای شیرزاد در مورد انتخابات ریاست جمهوری با شما بحث میکنم ولی شبیه پرسش بیشترم از شما میپرسم که انتخابات ولسی جرگه را کمیسیون کنونی برگزار توانست؟ نه گورا لکه چنگه چه لازمه و خب پاقا شکل انتخابات و نکرش بود که نه؟ مشکلات در کجا بود؟ گورا تخنیکی مشکلات بود بایومتریک اول در طول اول مشکل دا وجوده پخپل وقت دفتر مرکزون خلاص نکرش بود و بجه واده کرده و تر نه بجو حتی لس بجو پوری تر اول بجو مرکزون دوی و نتوانه دل چه پرانستل شد. خب یک سری توجیهات داشت. دوی مامورین اکثرا غیر حاضر بود. که نه؟ سید از دوی خپل دلالی وی پرون دی کم سید سید دلالی ویلی چه مون معلمین استخدام کردی و معلمین جفا وکره. که نه؟ این دلیل درستی نیست مگر؟ دیتی پاره بده آمادگی موجوده وی که فرزان غیر حاضر کیگی چه بکیگی کنه؟ همین مشکلات تکنیکی، نرسیدن کارمند، کار نکردن ماشین های بایومتریک، ناهمانگی فهرست رای دهندگان و موارد دیگر ریشه در چی داشت؟ دلیل اصلیشان چی بود؟ زنی خو تکنیکی مشکلات او دی خلقو دی آدمی ترینینگ چه درست ترینینگ نوارد شد برخی منتقدان باورشان این است که ضعف مدیریت دلیل اصلی بوده خب طبیعی خبر داد کنه پس شما تایید میکنید ضعف مدیریت دلیل شد ضعف مدیریت نوی خدا خلق بیا سم روزل شوی اوز دا فکر وکا دغه حوزه ده یا دغه محل ده دلته لیست جوړ شوی ده خدا خو لمبر لري کنه نوم لري کنه دا لیست د دې لیست نمونه ولی کم شي ولی زیات شي ولی بلې حوزه ته لاړ شي و این مشکلات به نظرتان چرا کماکان در انتخابات یک ولایت مثل قندهار هم تکرار شدند خب بیا هم زفت مدیریت خب لاقل دې داته شتم نه میزانه دوی به تجربه خستی به دوی به خب خامده گی بود تلرلی خود دوی بیم دست دیده نخکاری چنگه چه لازم دوی کندر دی پراغ کاروانه که دوی به دمونوی حالا سوال اصلی ما پس وقتی به باور شما ضعف مدیریت دلیل اصلی بروز این همه مشکلات بوده این انتخابات این کمیسیون انتخابات و این کمیشنران می توانند انتخاباتی به بزرگی ریاست جمهوری را برگزار کنند که و حالا در کنار شورای ولایتی را دارند شوراهای ولسوالی را دارند و ولایت غزنی را دارند می توانند دغه د انتخاباتونه خلق د نزی ترستلې دي چې دغه کمیسون دا توان نه لري چې د ولسمشر انتخابات شما حزبتان به چې نه تیرت موږ باندې کې دی نو خو موږ دغه جامع او برخه یو بله موږ دغه جامع او برخه یو چې دغه کمیسون دغه توان نه لري حتی مخبل نظریات هم د جمعې پر ورځ دا ورکل زه خپل شخصا نور هر شخص جدا جدا نظریات و ما یو دی ولایتی شوراګان انتخابات او دی ولسمشر انتخابات دی جدا شي ځکه دی ولسمشر انتخابات چې دا ډېر مهم دی بله
دا به خی مدیریت شي خی اداره شي چې نتیجه به دغسې نه وي چې په زرګونو شکایت پکې موجود وي. که دغه انتخابات وشي او نتیجه شکایت زیات شي او نتیجه خلک ونه مني په افغانستان کې څه پیښیږي؟ دا حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، نوی حکومت مشروعیت ترلاسه نه کړي، په خپله یو سیاسي بحران ایجاد شو. سیاسي بحران چې ایجادیږي دغه هیواد د انارشۍ خواته ځي، جګړو خواته ځي. نو په لحاظه زه د دې طرفدار یم چې ولایتي شوراګانو انتخابات جدا شي، د ولسمشري جدا شي او د دې د مدیریت پر دې ښه کار وکړل شي. پس جدا جدا توانایي برگزاري انتخابات را خواهند داشت؟ یو څه به د کار حجم کم شي. البته من یو ښه قوي موږ اوس حزبونه په دې ممکن کېني خپل اعلامیه هم نشر کړي، د یو قوي اصلاحاتو طرفدار یو، هم په کمیسیون کې او هم په دې عمل کار کې کمیسیون کې هم په مدیریت کې، که نه چې آینده کې به دغه پیښ تکرار نشي. این اصلاحات که شما میخواهید چیست؟ مثلا در مورد افراد، در مورد کارمندان کمیسیون، در مورد ساختار، تشکیلات، میکانیزم ها، طرز العمل ها، چگونه اصلاحاتی؟ هم په افرادو که چا چه سالنگاری کرده او چا تا چه زفتی بدریتی چا وکنه باید اگه خلق سانه نوزی چه نیش کوله. هم داره مثلا پا تکنیکی مسئله که من اگه لرو ده چه دقیقا بایومتریک مثلا باور شما درست باشه اسناد ثابت بکنند که ضعف مدیریت از کمیشنران بوده؟ نه. باز هم شما میگید که در پیوند با اونا تصمیم گرفته شد و چه تصمیمی؟ بدلونی پکی راشی، نور دی راشی، قدر ثابت شی چه دقیقا کمیشنر دقیقا کار دی کمیشنر بکنند لرو؟ خاطره خوبی از روند اصلاحات انتخاباتی، کمیته گزینش، انتخاب کمیشنرا و بعد برطرفی کمیشنر و انتخاب کمیشنر دیگر و بعد رئیس دارالانشا، همه این مشکلات که چندین ماه و فراتر از ماه سال را گرفتند، به نظرتون آسان است که باز هم ما تصمیم بگیریم دوباره تغییر کنه؟ نه کورا دست ده چه دقیق کارون چه تا مخ که یاد کرده دا طول این ساری و دی ارک پا کمانده شوی نن از بود تو بچه نظارت وکا کنه؟ او مدیان هم هزبونه دی کاندیدان هم حزبونه ورکړي، خو د ګزینش په کمیټه کې کوم حزب ناست و؟ یو هم نه. مدني ټولنې راغوښتلې، مدني ټولنې باید برخه پکې والي، خو اساسي رول به د هغه چا پکې وي چې هغه اپوزیسیون کې کار کوي. بود مثلا رئیس کمیته ګزینش آقای رشید بود که از نهادهای ناظر بر انتخابات نمایندگی میکرد در کمیته. د اپوزیسیون غړي پکې نه و، د ګوندونو غړي پکې نه و. ګوندونه څوک دې دعوت شوي؟ گندونه څوک نه دعوت شوي؟ سیاسي گندونه. ما هدف سیاسي گندونه ده. د حکومت مخالفت سیاسي گندونه کوي، مدني ټولنه نه کوي. او نظارت کمیټې چې دي هغه خو د نظارت لپاره دي. اصلا په ټوله دنیا کې د انتخاباتو مستقل کمیسیون د حکومت او د اپوزیسیون په مشوره جوړیږي، په توافق. باید دواړه خواوې توافق ولري، د انتخابات دواړه خواوې باید توافق ولري. ته د ګزینش په کمیټه کې حزبونه دعوت شوي نه دي. اگه گروپونه یا اگه اتحادونه چه پا پوزیسون که ولار بود اگه تو چه بلا ندبر کرده. پس شما فکر میکنید بگونه انحصاری کمیشنر رو از طرف ارگ انتخاب شد؟ طبیعی خبره. پس کمیسیون مستقل نیست؟ طبیعی نه ایس کلا گوره تو اول خلق بدی عقیده دی چه داده گزینش که میتم غیر ازبی خلق یا پوزیسون پکید وانده ورنکل شوالا رو بلل شوالا بیا چه کم خلق من تر آلل دا به د ولسمشر او د رئیس جرایوي رئیس په خوښه وټاکل شوه. یعنې د دوه افرادو په خوښه دا کمیسیونه منځته راغلي. په دې کې ګوندونو برخه نه ده اخیستې، نه په دې کې اپوزیسیون ډلو، هر ډله چې وه. ولی خب ادعای حکومت کمیسیونی است که حالا روند گزینش افراد به کمیشنری و کارگزاری این گونه که شما میگید حالا بوده باشه هم دخالت نکردند. حکومت در کمیسیون، در کارهای کمیسیون میگویند که دخالت نکرد. کمیسیون تا همکنون هم میگوید که مستقل عمل میکنند. زه گوره دخالت خو که چه تا حکومت هدف دخالت نکول و ولی کی ننول دخالت ولی دی مشوره وانا خستلا تا هنوز هم دخالت میکنه ولی دلومره ورزی نپکی دلومره ورزی نپکی داخل نکلله و تا هنوز هم دخالت میکنه در کار کمیسیون. طبیق ما خلق در تشویش خلق لری چو اوس په کمیسیونو کې په کارو کې دا دخالت موجود دی او شاید حتی ډېر خلک فکر کوي چې دغه انتخابات داسې باندې څه شوي دي چې حکومت غواړي هماغه وکیلان راولي چې د دوی په خوښه باندې. خیلی تشکر بانو سروش. اول اینا به مستقلی بودن کمیسیون تا اینجای کار هم شک دارند که به زعم اینها شاید تحت فرمان و دستور
ارگ و سپیدار که میگویند که خودشان گزیدن افراد را عمل کنند، و جزء دوم همینا میگویند که انتخابات های فرارو را شما برگزار نمیتوانید و دلیلشان هم این است که شما مدیریت ضعیف داشتید در برگزاری انتخابات های سپری شده. اول اینکه ما نمیتونیم به اساس هر شایعه مهر تایید بزنیم. وقتی که ما حرفی را میزنیم، ادعایی میکنیم و یا اینکه ارگ متهم بری میکنیم که در کمیسیون مستقل انتخابات مستقیما مداخله میکنه، باید سند سازی شود و باید سند سازی شود، سند ارائه بکنه، چون ذهن مردم افغانستان و ملت افغانستان مخشوش نکنه. و شما رد میکنید که مستقل نیستید؟ ببینید، شما کمیسیون مستقل انتخابات در تصمیم گیری در برگزاری انتخابات و آنچه که نتایج انتخابات است، تصمیم گیرنده نه کمیسیون مستقل انتخابات است نه ارگ هستند. مردم افغانستان هستند که سرنوشت خودشان تعیین کردند. تنها رهبری کمیسیون مستقل انتخابات از رأی مردم، از رأی واقعی مردم محافظت میکنند، نه از رأی سیاسی مردم و یا از متقلبین. بحث دوم این که اگر قرار باشه که ما آدم متخصصی که از بیرون افغانستان هم بیاریم، ولی مردم افغانستان شعوری سیاسی پیدا نکنن، احزاب محترم همکار خوبی با کمیسیون نباشن، همیشه به دنبال منافع خود و منافع شخصی خود باشن و منافع ملت قربانی بکنن، هیچگاه ممکن نیست که بیخی افراد متخصص دکترا هم بیارن افغانستان به یک سو و به یک طرف خوب و یک انتخابات شفاف داشته باشیم. انتخابات های بیرونی هم مشکلات خود دارن، بیرون از افغانستان اگر ما فکر بکنیم. با شما همکاری نکردین نشانه ها. ببینید، افغانستان با همه چالش ها، ببینید، اگر یک طرف بپذیرن که مشکلات، اگر از مشکلات تکنیکی یا مشکلات لوجستیکی کمیسیون مستقل انتخاب بود، طرف دیگه کی بودن؟ طرف دیگه یا کاندیدا بودن یا رهبرایی بودن به نحوی دخیل بودن، خب. یا اینکه مردم افغانستان بودن به نحوی در تقلب دخیل بودن، خب. بیاین هر کس گناه خدا بپذیره، هر چی شد به گردن کمیسیون مستقل انتخابات ندازن. تأخیر باز شدن، عدم حضور کارمند، اشتباه فرستادن لیست ها و مشکلات از این قبیل مالکی بود. ببینید، کمیسیون مستقل انتخابات آنچه که در روزی که به تأخیر افتاد و چالشی که از طرف نهاد کمیسیون مستقل انتخابات بود، با جرأت کامل از مردم افغانستان معذرت خواستن. ولی اگر یک چیز نگاه بندازیم، امین معذرت خواستن ها اگر به یک فرهنگ تبدیل میشد، ما شاید این حالت فاجعه ای که در افغانستان است نمی بوده. متاسفانه هزارها قتل صورت میگیره، هزارها نامدیریتی صورت میگیره، ولی کسی حاضر نمیشه که معذرت خواهی بکنن. وقتی رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بنا بر تاخیر باد شدن دروازه های مراکز رایدهی آمدن، از ملت افغانستان معذرت خواهی کردن و همون چالش ها و مشکلات قبول کردن، این خودش نشان دهنده ای است که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات خواهان یک انتخابات شفاف بودند، ولی حلقاتی بودند که در اینجا کار کردند که انتخابات به یک روند ناکام برن. ببین، اگر خب این حلقات شما معرفی بکنید. ببینیم، حلقات مشخصه، واضحه، حلقاتی که نمیخواستن انتخابات برگزار شوند، حلقاتی که نمیخواستن مردم افغانستان برون به پای صندوقای رای و زعیم ملت خدای انتخاب بکنن، حلقاتی که باورمند به پروسه ملی نبودن و حلقاتی که میخواستن به هر شکلی شوند از رای متقلب بیان وارد خانه ملت شوند. ما چطور شناسایی بتونیم اینها رو؟ خب مشخص است، اینا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نکردن، رهبری یا کمیشنر نرفتن در هر محلی رایدی بگن شما با تاخیر باز بکنید. ولی شما از روز اول معذرت خواهی کرد کمیسیون، رهبری کمیسیون از مردم، ولی در کنارش بعد روزی که در قندهار برگزار میشد درس گرفته میشد، ولی اشتباهات تکرار شد. خب ما همیشه یک چیز باید فراموش نکنیم که ما در جغرافی مثل افغانستان زندگی میکنیم. اگر هر قدرم بخوایم یک پروسه، یک برنامه خیلی کوچک که در یک ساعت خیلی کوچک برگزار میشه، چالش های خود داره. حتی یک کنفرانس، یک سمینار چالش های خود داره. موضوع انتخابات یک موضوع خیلی وسیع است و برگزاری او هم بدون چالش، اگر ما بگیم که 100% یک انتخابات بدون چالش، بدون مشکل در افغانستان، در همچون یک شرایط با مردم افغانستان که در یک وضعیت ناگوار و در یک وضعیت ناامنی به سر میبرن که انتخابات خیلی خوبی داشته باشیم، یعنی انصافا نیست که ما بگیم که یک انتخابات خوبی داشته باشیم. پس شما اولا مستقلید و دوما انتخابات های پیشی رو را توانایی برگزاریش را دارید. خب رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تلاش خود میکنه که از انتخاباتی که 28 29 میزان بود، از آنچه که چالش ها مشکلات ها بودن،
او را در انتخابات پیش روی تکرار نکنند و یک مرحله آموزش، یک مرحله آزمون بزرگ که بتانند که از این آزمون در انتخابات ریاست جمهوری به کار بگیرند و یک انتخابات موفقانه و یک انتخابات شفاف داشته باشند، ولی مشروط بر این که مردم افغانستان، جامعه جهانی، حکومت افغانستان، احزاب، نهادهای ناظر، رسانه ها همکار خوب، همگام خوب با کمیسیون مستقل انتخابات باشند. خیلی سپاس آقای شیرزاد. اولا احزاب شامل حزب شما چقدر همکار بودن با کمیسیون؟ یک سوال. و سوال دوم این که چرا همه مشکلات را شما به دوش مدیریت کمیسیون میگذارید؟ حالا مثلا شما گفتید که اعضای کمیسیون دی نروز به شما گفتن که معلمین تأخیر کرد و یک سری دلایل دیگر، ولی اینا میگویند که حلقات برهم زننده روند انتخابات بودند، حلقات و گروه ها و اشخاصی بودند که سبوتاژ کردند، نمیخواستند برگزار شود. بیت درک بکنید کمیسیون را. دسته چی دده خور خبر زتایدون طول پړه من په کمیسیون ناچو، د کمیسیون خپل مشکلات و هغه موږ په کمیسیون اچو. مثلا په خپل وخت د مرکزونو نه خلاصېدل، د بایومتریک سیستم درست نه فعالېدل، که نه یا ناظرینو ته داسې موقع نه ورکول څه ده چې ناظرین به ډېر هم و. اوس ګور اصول دا دی چې د شپې چې بکسونه بندېږي د ناظرینو په مخکې، حتی د ناظرینو په امضا باید کاغذ امضا شي او لاک مهر شي، او د هغوی په بېرته که خلاصېږي د هغوی په حضور کې خلاص شي. دا کار نه دی شوی. دا زمینه باید د کمیسیون غړو چې هلته کار کوي یا مامورینو دا زمینه مسیده کړې وی، نو کمیسیون ناظرینو خو سره جنګ نه شي کولی. که نه زه دا منم که حزب وي که فرد وي چې د زور نه یې کار اخیستی، زه خو دې طرفدار یم چې هغه څومره رایې وړې وي باید هغې باندې غټه چلې پاتې وکړي هر څوک چې وي. دا خو د ما مثلا ناظرینو شکایتونه هم کړي دي، که نه چې زه دلته موږ دلته زورواکي موږ پرې نه خپلو همدې شکایتو کمیسیون ته، یا به یې په خپل ولایت کې کړي یا به یې مرکز ته رالېږلي. دا خو نور د دوی کمیسیون وظیفه ده چې ورته یې وروره تا دا ناظرین ولې نه پرېښول دلته، خو تقلب په خاطر دې نه پرېښول. زه هم د هغه رایو باندې هېڅ حساب ونه شي که یوه یې وړي او که یو میلیون یې وړي. وروره غلط، ته قانون نه مراد یې. اینان تعهد میکنند که همین کار را خواهند کرد، بالاخره آرای سیاه را حذف خواهند کرد. موږ به استقبال وکړو. دوی دی بودی منگه استقبال کهو بخاطر دوی دی دا کار وکی بخاطر اشتباهات منگه بلاتر کهو. گورا ایویازی دا هر چا چی دا کار کرده، که زمان ملگری کرده او که دی بل ملگری کرده، دست جزا دی ورطور کی چه آقای وی برد چی آینده که دی نور دی پارا. شما که به استقلالیت کمیسیون شک دارید، چطور باور دارید که این کمیسیون واقعا اون آدمی که آراش سیاست را جلوش را بگیره و نگذاره که مجلس بره؟ ګور دا شک خو دې اوس دا خبره نه ده، که نه چې دا موږ اوس وکړو، که نه دا خو د اولې ورځې نه، ځکه هغه تخنیک داسې منځته راغی چې هغه تخنیک زه هلته د ګزارش کمیټې باندې اصلا بنیاد هلته غلط کېښودل شو. موږ هماغه ځای نه اعتراض لرلو چې واوروره که رښتیا د نیت پاک وي، انحصار د هدف نه وي، خو دغه ګزارش کمیټه کې حزبونه کېنوه. که نه ته مدني ټولنه راغواړې، اوس مدني ټولنه رول ډېر لري په دې انتخاباتو کې. کاندید خودی ما ولر دی، که نه لاقل یا شل یا دیرش ولر تونه که زما یو کاندید شتا آشرزاد، یا مثلا بل حزب یا دی بل حزب یا دی بل حزب مداری تونه تونه کاندیدان لدی. این که کمیسیون رهبری کمیسیون جسارت معذرت خواهی به خاطر مشکلاتی که خود دلیلش بوده را داشته، معذرت خواسته از مردم، به نظرتان این نشان میده که این کمیسیون در کفشش ریک نداره و درس خواهد گرفت و پرسش اصلی ما که انتخابات ریاست جمهوری است درست و بدون این مشکلات برگزار کنه؟ دا یو حق دا یو عمل دی، خو عمل باید تقدیر کی دا معذرت غوښتل دا معنا دا چې و معنا غلطی شوی دا معذرت په خپل غلطی و اعتراف دی. دا ز تقدیر و ما د مخالفت نه کوم چې دا و. پس میشه امیدوار بود که این کمیسیون انتخابات های خوبی در آینده برگزار خواهد کرد؟ نو اصولا خب باید دوی دا کار بود زکه وکی دا شکایتونه ته وګوري، خلکو دا ستونزه ته وګوري، کنه او دا د خلکو مالی توانو ته وګوري، که نه نو باید دوی په دې پاک او صاف انتخابات وکړي. خو ګور دلته نور مشکلات هم دي د انده دپاره. اول دا بایومتریک سیستم، دا موږ حزبونو دا نه غوښتو چې دا رکنه بایومتریک سیستم دي وي. د حزبونو د ټولو ملت دا چې ملت نه پوهېږي، هغه بېله خبره ده، څوک پوهېږي څوک نه پوهېږي. داسې بایومتریک سیستم
چې هغه په یو ځای کې ګوته ولګوي، بل بیا په ټول افغانستان کې هغه دونه ځله استعمال نه کړای شي چې یو مرکز ولري. د یو هندي کمپاني دې تازه نه وه. درسته اگر جمع‌بندی کنیم فرصت‌ها و زمینه‌ها و چالش‌ها را خوب اگر تحلیل کرده باشید، چه فکر می‌کنید؟ حالا هم که قرار بود 19 عقرب نتایج اعلام شود که قرار است که دوی قوس اعلام شود، فکر می‌کنید در 31 حمل ما شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهیم بود یا خدای نخواسته دلایلی خواهند راه افتاد که به تأخیر بیفته؟ ګوره، اول خو زما په عقیده باندې دوی دغه د ولسي جرګې انتخابات شمرنه دا په دې کې دونه قاطعیت نه کاروالي، هر ښکرور چې بغاوت کړی د اصولو نه هغه باید مجازات شي. ښه مجازات یې دا دی چې ورور هغه کومې رایې چاپ کړي دي هغه ورته ونه شمارل شي کومې رایې، او دا به دوی ملت ته ښکاره کړي. اوس ملت دوی ته سترګې په لار دي، خلک خبر دي، هر چا لیدلی دي چې دلته چا بغاوت وکړي. یعنی بغاوت مې دا زور نه کړ واخستو. ویډیوهای کافی از تخطی ها و تقلبات وجود دارن. فوق العاده. یک کمیسیون مخې ته ناستې پیسې ورکوي. زه دا منم، دې خور خبرې څه دي؟ په دې کې کاندید هماغه دی، ملامته دی، رای ورکوونکی ملامته دی. ته څنګه خپل ضمیر وجدان په در 2000 روپۍ خرڅې؟ خپل ضمیر او وجدان ته ټول ځان په 2000 روپۍ خرڅې؟ هغه ملامته دی. زه بنم دا یو کلتوري زده تربیه غواړي، دا د اجتماعي تکامل په نتیجه کې د خلکو د ذهنیت د رشد په نتیجه کې موږ کولی شو شفاف د واقعیت خبر دا ده چې دا کمیسیون بېطرف هم شي، پاک هم شي، چې خلکو کې دغه اهلیت نه وي اندام نه کیږي. خپله کاندید پیدا اول دغه تعهد ولري، خپله کاندید که کاندید ضمیر وجدان ولري چې په یوه رایه باندې 100 نفره کامیابیږي ولاکه د خپله رایه استعمال کړي، سل نفره ولاکه دوی مره استعمال کی. خو کمیسیون زوف په دې کې دی، موږ ته ویل چې موږ دا مشکلات خپله رئیس د کمیسیون وي چې مثلا د ما د کمیسیون مخکې خلکو پیسې تقسیمولې، نو تا چې دا ویډیو په لاس راغلي ولې عمل نه کوې؟ اولا دغه سړی ونسه چې د چا په ګټه دا پیسې تقسیمولې او دا وړاندې که محکمې ته معرفي که څرنګوالۍ ته ای کار را کی کنه کمیسیون؟ وظیفه پولیس و ناظرا چه هست؟ خو پولیسان او دا پولیسان او دا خو ناظرونو خو ورته دا ویډیو ورکړه، یو ناظر وظیفه دا وه چا ته یې ورکړي؟ ناظر خو دا سړی نشي نیولی. کمیسیون شکایت برای همین است، پس ما چشم برا هستیم که این اتفاقات ناظرون ما ویډیو پیدا ما دلته نفر فیلمبرداری وکړله، ما شکایت کمیسیون تلیفون کړی دا مې ویډیو دلته دا کار شوی. دا د شکایت کمیسیون وظیفه ده چې دا سړی څرنګوالۍ ته معرفي کړي. مثلا داسې شوي دي چې وروره یو سړی بالکل پسي مقابل شوی دی، ناظر نه دی پرېښی، بل پاغ ولسوالیو کې چې کاملا امنیت و، پخوا نه پولیس وبخئ نه طالب و نه جنګ، په دغه ورځ جنګونه شروع شول، مصنوعي جنګونه. دا باید تحقیق کړي چې دا جنګ رښتیا طالب کړی، که دغه زورواکانو کړی، که دغه کاندیدانو جوړ کړی، هغه ځای کې باید هغه رایې محاسبانه شي. خیلی سپاس بانو سروش، یک جنبنده بسیار کوتاه کنید، پایان برنامه است. خب من میخوایم یک چند مسئله را اشاره بکنم، فکر رو بکنم از حرفا جا نمانه، بهتر از ملت افغانستان هم بفهمن که انشالله در هفته پیش رو کمیتی که در بخش از طرف رهبری کمیسیون مستقل انتخابات معلف شده بود که افراد و اشخاصی که از مقام بلند شروع تا پایین ترین رتبه ای که هستن، حالا هر کسی که هستن، که غفلتی وظیفه ای کردن، به نحوی در روند خیانت کردن، به نحوی روند به چالش کشاندن و روند صدمه زدن، باید بررسی شد. و او افراد یک آمار ابتدایش قرار در این هفته در رسانه های محترم به خود که مثل مستقل انتخابات از طرف همی کمیته بر ما آورده شد که و این افراد اگر هر آن کسی که باشه رهبری که مثل مستقل انتخابات تصمیم دارن که به نهادهای عدلی و قضایی معرفی بکنن تا اینکه عبرتی باشه برای دیگرها و همچنان همین که مردم افغانستان بفهمند که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دارن با افراد متقلب، ولو که در خود داخل کمیسیون باشه و یا که افرادی که کارمند ما باشه، به نحوی دی پروسه و یا که غفلت وظیفه ای کردن به نهادهای عدلی قضایی میرسه. ممنون از شما بانو شیما علم سروش، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، و آقای آستانه گل شیرزاد، رئیس حزب افغان ملت، برای حضورتان در این بحث. و ممنون شما که مهر ورزیده بیننده این بحث آخر خط بودید. تا درود و دیدار فردا. شب و روز به کام و مرادتان باد.